همچنین فرزندانی که به حزب توده ایران پیوستید. جدا بشید، رها کنید این ایران فروشانی که همه در واقع هم و غمشون این هست که خودشون به جایی برسند. کلکسیون ماشین برژنف 2500 ماشین درش بود. هموطنان گرامی، چون 17 سال 18 سال از سقوط به قول معروف حکومت کمونیستی در شوروی میگذره، بزرگترین میلیاردرهای جهان در مسکو هستند. هموطنان گرامی، اینا بودن، اینا در طی این 70-80 سال پوست ملت روس رو کندن و دیگر مردم اروپا و صاحب شدن اموالشون رو. سخن سران مجاهدین، سران حزب توده، سران مشروطه، سران نمیدونم فدایان هر سخن به قول معروف تئوری های پرتم تراغ و سرصدا کنه مارکسیسم و دیگر به قول معروف مسائل نیست. هم بطنان گرامی، سخن قبیلهیه، میخوان صاحب بشن به گونه پدرانشون، پی به قول معروف قدرت میگردن. این مانیفست هم قلابیه، اگر قلابی نبود تو شوروی موفق بود. ابر قدرت جهان بیشتر از امریکا به قول معروف زرادخانه اتمی داشت. چه غلطی کردن این به قول معروف تابارش های آدم خور. پشتیبانی نشد توسط مردم، زیرا که مردم تناقض رو میدیدن. اگر جرأت مبارزه ندارن با دولتهاشون، به خاطر ضعف هم بتنم بگیرم، به خاطر بیخردیه، به خاطر بیدانشیه. فکر نکنید کسی که میشینه مثلا یه ماشین میسازه یا کلاشنیکوف میسازه همه دانشمند و همه خردمند. نه، اینطوری نیست، سیستمه. اون زمانی که به قول معروف ملت ایران تکنولوژی داشت، جهان کجا بود؟ این سرنوشت ملت ایران، همین در ارتباط دیگر ملل جهان. از هموطنانم به هر گروه سیاسی، به هر مرام سیاسی، به هر مذهب، به هر مسلک که هستید، تقاضا دارم که به ما بپیوندید، زیرا که ما میخواهیم این سیستم رو عوض کنیم. ما میخواهیم انسان رو و جامعه رو بهش اصالت بدیم. ما هیچ قانونی از پیش نوشته شده از به قول معروف سمت آفریدگار، از سمت خدا، الله، حضرت عباس، موسی، عیسی، هیچ کس نداریم. هموطنان گرامی، آنچه که به عنوان قانون اساسی انجمن پادشاهی ایران این مانیفست در دست ما هست، رابطه ملت ایران هست. بارها و بارها گفتم تئوری های مذهبی، کتاب های مذهبی، همه اینها در واقع روابط همون ملل در اون زمانی که این مذاهب به وجود اومد از هموطنان ایران. اگر در اسلام زن رو سنگسار میکنن، در مسیحیت هم میکنن، در یهودیگری هم میکنن. هموطنان ایران، همین عین هم همین روابط مردمی در هزاران سال پیش بوده، نتایجش هم شما امروز در جهان دارید میبینید. اگر ما سخن از قانون اساسی انجمن پادشاهی ایران به میون میاریم، نتایجش رو در جهان و در ایران دیدیم. اگر امپراتوری ایران به قول معروف انقراض کشیده میشه، فاصله گرفتن از قانون اساسی انجمن پادشاهی ایران یا از قانون اساسی این سرزمین، حتی هموطنان گرامی،
گفتم که بارها انجمن پادشاهی ایران برای افتخار به وجود نیومد. انجمن پادشاهی ایران به خاطر نظارت بر قانون اساسی این سرزمین به وجود اومد. هموطنان گرامی، بیاییم همه و همه عضو انجمن پادشاهی ایران بشیم. هموطنی در ارتباط من قرار گرفت از راه جناب سربی و البته چون این هموطن مشخص هست، من مطلب رو در واقع به این گونه ادا می کنم. ولی هموطنان بسیاری با من تماس دارند و از من پرسشی دارند که شرایط عضویت در انجمن پادشاهی ایران چیه؟ من یک خط شعر حافظ رو برای شما می خونم. هموطنان گرامی، در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. عضویت، شرایط عضویت در به قول معروف انجمن پادشاهی ایران اینه که شما عاشق ایران و ارزش‌های ایران و ملت ایران و این سرزمین باشی، عضو انجمن پادشاهی ایران هستی. من عضو انجمن پادشاهی ایران هستم. نامم هم هیچ روی هیچ دفتری نوشته نشده. من تفاوت دارم با فولادوند اسم بنویسم و شماره بدم. این از من بر نمیاد. هموطنان گرامی، من مبارزه این سرزمین رو نمیخوام یه نفره انجام بدم. من همه ی ملت ایران رو میخوام که به عضویت انجمن پادشاهی ایران در بیایید. همه ی سازمان های مترقی که فکر میکنید در خارج از میهن هستید، تمام کسانی که میخواهید برای سرزمین ایران مبارزه کنید، صحت و به قول معروف اقتدار تئوری های شما، عدم صحت و اقتدار تئوری های شما به اثبات رسیده، دست بردارید و برگردید به قانون اساسی کشور شاهنشاهی ایران. بعضی ها میشینن مثلا از مشروطه سخن میگن. مشروطه به راستی ننگ تاریخی این سرزمین هست. مشروطه ننگ ملت ایران هست. مشروطه سوپی و به قول معروف آش شل قلمکاری که در دیگ قاجاریه برای ملت ایران توسط دولت انگلستان، اعراب و ترکای ماورای سنون و جنون پخته شد. هموطنان گرامی، هم از مشروطه مشروطه نکنید. افتخار شاهان پهلوی در به قول معروف لغو مشروطه بود. خمینی ننگین به خاطر دفاع از مشروطه و قانون اساسی در مقابل شاه ایران ایستاد. ارزش اساسی ما براستی هیچ چیز جز قانون اساسی این سرزمین نیست و توسط این قانون ما سیستم رو تغییر میدیم و ملت ایران رو برای همیشه و خودمون رو. من بیش از همه در بند هموطنان گرامی، من نزدیک 60 سالمه. چقدر دیگه به من فرصت زندگی میدید که دلاورانه بنشینم و سخن بگم؟ عقل سالم در بدن سالم هست. چقدر دیگه به من فرصت میدید؟